چطور جناب آقای کدیور؟ در سلام کادر علیکم هستم. دکتر احمدی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش سپاسگزارم میکنم. از آقای دکتر نراقی هم که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتن و من این توفیق رو دارم که یک بار دیگه میزبان آقای دکتر نراقی عزیز باشم. مایه خوشبختی. حقیقتا من هم افتخارم هست که خدمت جناب دکتر نراقی هستم محبت و با نام ایشان با آثار ایشان سالهاست که آشنا هستم. امشب افتخار حاصل شد که خدمت ایشان باشم. مایه خوشحالی و برنامه رو افتخار بخشیدن. با اجازه جناب دکتر احمدی و جناب دکتر نراقی مقدمه را عرض می‌کنم و در خدمت شما هستم. رساله تحت عنوان رهنمودی بر مقاومت عالی از خشونت توسط جناب دکتر محمد امین احمدی استاد و رئیس دانشگاه ابن سینای کابل افغانستان به فارسی ترجمه شده. این کتاب در واقع رساله است از مایکل اناگلر. پروفسور مایکل اناگلر یکی از برجسته ترین اندیشمندان و فعالان جنبش عدم خشونت در جهان محسوب میشه. او مؤسس و رئیس مرکز متا برای عدم خشونت و نویسنده آثاری چون بحران معنوی ما و کتاب در جستجوی آینده عاری از خشونت است. کتابی که در سال 2002 برنده جایزه کتاب امریکا شد. خیلی مختصر اساتید محترم رو هم خدمت دوستان معرفی میکنم و بعد از بحثشون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر محمد امین احمدی متولد 1342 در کشور افغانستان هستند. ایشون علاوه بر دکترای حکمت و فلسفه اسلامی حدود 15 سال در حوزه علمی هم تحصیل کردند. تا به تحصیل در حوزه فقه، تفسیر قرآن و حکمت و عرفان اسلام مشغول بودند. دکتر احمدی از سال 1389 رئیس و استاد دانشگاه ابن سینا در کابل هستند. سوابق علمی پژوهشی آقای دکتر احمدی بسیار زیاده، همچنین سوابق اجراییشون رو بنده به برخی از اونها اشاره می‌کنم. عضو شورای عالی وزارت تحصیلات عالی، عضو شورای عالی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان از سال 97 1397، عضو هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان از سال 1399 و سردبیر مجله نگاه ماست. دکتر احمدی علاوه بر افغانستان سابقه تحصیل در ایران هم دارند و در دانشگاه نظیر دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه تهران و جامعه المصطفی هم تدریس کرد. برخی از آثار آقای دکتر احمدی در حوزه تألیف و ترجمه عبارتند از انتظار بشر از دین، قلمروهای هستی از نگاه فیلسوفان تحلیلی و کتاب حقوق بشر در روابط بین الملل. جناب آقای دکتر آرش نراقی عزیز و دوست داشتنی متولد 1345 تهران، ایشون دارای مدرک دکترای داروسازی و دکترای فلسفه هستند. دکتر نراقی از شخصیت‌های برجسته حوزه روشنفکری دینی محسوب میشن و آثار متعددی هم به صورت مقاله، کتاب و سخنرانی از ایشون منتشر شده. آقای نراقی در حال حاضر دانشیار دانشگاه مورابیان پنسیلوانیا در امریکا هستند. به برخی از کتاب‌های ایشون هم اشاره می‌کنم گرچه معرف حضور هستند. رساله دین شناخت، اخلاق و حقوق بشر، آینه جان، حدیث حاضر و غایب، مدارا و مدنیت از تألیفات ایشون هست و در حوزه ترجمه هم باید کتاب درباره عشق رو بگم و کتاب بسیار مهم و ارزشمند عقل و اعتقاد دینی که به اتفاق جناب دکتر ابراهیم سلطانی ترجمه شده. دکتر نراقی از اعضای اصلی حلقه کیان بودند و مقالات متعددی از ایشون در اون مجله منتشر میشد. در ابتدا درخواستم از آقای دکتر احمدی این هست که مختصری راجع به کتاب و مفهوم مقاومت عاری از خشونت برام توضیح بدن. حدوداً 20 دقیقه در خدمتتون آقای دکتر هست. من اجازه میخوام کامنت ها رو هم ببندم. از دوستان مخاطبمون هم عذرخواهی میکنم که کامنت های جلسه رو ببندم. آقای دکتر در خدمتتون هست. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه کسانی که در این مجلس مجازی شرکت کرده اند، سلام ویژه خدمت شما جناب آقای کدیور و سلام ویژه تر خدمت جناب دکتر آرش نراقی که افتخار بخشیدن که در این مجلس شرکت کردن و برای بنده بسی افتخار هست که در خدمتشان هستم. راجع به خواهش میکنم. راجع به نظریه مقاومت عاری از خشونت، من این نظریه را خیلی سه جزء توضیح میدم. اول معرفی نظریه، دوم پیشفرض مهم این نظریه و سوم پاسخ و مهمترین سوالی که در ارتباط به این نظریه وجود دارد. اما در بخش نخست که مربوط میشه به معرفی این نظریه،
در حقیقت لب و لباب این نظریه این است که با تکیه بر یک نیروی بسیار عظیم و قدرتمندی که در وجود انسان هست که او مقاومت عالی از خشونت هست، با اتکا به این نیرو ما می توانیم برای عدالت، برابری، صلح و آزادی مبارزه کنیم و به نیاز از هر گونه جنگ و خشونت باشیم. یعنی در واقع با اتکا به این نیرویی که در وجود انسان نهفته است ما می توانیم حتی خود را از بزرگترین نیروی نظامی و از هر گونه ابزار جنگی و خشونت و جنگ بنیاز کنیم. بشر اساساً می تواند بنیاز از هر گونه خشونت و جنگ شود، که در مقام دفاع از کشور خودش، مثلا اگر یک کشوری بناست تحت اشغال یک قدرت خارجی دیگر قرار بگیره، با استفاده از این نیرو می تواند نیروی اشغالگر را شکست بده. احتیاج به ابزار جنگی نیست، احتیاج به استعمال ابزار جنگ و خشونت نداره. و دوم این که اگر خواسته باشه برای صلح، برای عدالت، برابری و آزادی مبارزه بکنه، با استفاده از این نیرو میتواند قدرت سرکوبگر و رژیم سرکوبگر هرچند بسیار سرکوبگر و بیرحم باشه در واقع شکست بده. شکست که نه، وادار به تسلیم کنه، وادار به عدم خشونت کنه، نه اینکه اونو شکست بده، در واقع وادار کنه به این که حقیقت را بپذیره، دست از خشونت و سرکوب برداره، به نوعی اجماع و توافق با دیگران برسه. این یک نیروی است که در انسان هست، ادعاش این است. بنابراین خلاصه این که با استفاده از این نیرو ما از هر گونه جنگ و خشونت بنیاد میشیم در هر عرصه، یعنی در هیچ عرصه ما احتیاج به جنگ و خشونت نداریم. فقط کافی است که این نیرو را کشف بکنیم، شناخت کافی از این نیرو پیدا بکنیم و این نیرو را به درستی به کار بگیریم، یعنی تکنیک های مناسب و فنون مناسب را کشف بکنیم که چگونه از این نیرو استفاده بکنیم و با استفاده از این نیرو از هر گونه جنگ و خشونت بنیاد شویم. مدعای اصلی این نظریه این است. حتی عرض میکنم که گفته است، مثلا گاندی گفته است اگر احیانا ژاپن میخواست هند را تحت اشغال نظامی قرار بده در بیاره، مردم هند می توانستن ژاپن را بدون استعمال هیچ گونه نیروی نظامی شکست بده، وادار کنه به این که دست از اشغال هندوستان برداره. بسیار ساده توضیح میده چگونه، به این ترتیب که وقتی که نیروی اشغالگر وارد خاک هندوستان میشه، اصل به کار بگیره مردم هندوستان کافی است، اصل عدم پیروی، یعنی از هیچ گونه فرمان حکومت اشغالگر صادر میکنه پیروی نکنه. با عدم پیروی از هر گونه فرمانی که حکومت اشغالگر صادر میکنه، با عدم پیروی از آن و عدم همکاری، عدم پیروی از هر گونه فرمان و عدم همکاری، هر گونه همکاری، مطلق همکاری ممنوع شود با نیروی اشغالگر. اگر شما یک ملت تصمیم بگیره که با عدم پیروی از فرامین نیروی اشغالگر و با عدم همکاری میتونه نیروی اشغالگر شکست بده. ایشون میگه مثلا اگر نیروی اشغالگر ژاپنی در جنگلی مثلا راه خود را گم کرده باشه، به خاطر انسانی میشه راه را برش نشان داد، اما اگر در یک جای آب بخواهد، نان بخواهد، غذا بخواهد که نوعی همکاری محسوب میشه و نوعی همکاری در جهت جنگ محسوب میشه، میشه آب و نان نداد، هیچ گونه آب و نان رو نداد نه برش فروخت، یعنی عدم همکاری مطلق. اگر احیانا نیروی اشغالگر از مردم بخواهد که نان و آب را به اجبار از اونها بگیره، اینا میتوانند به قیمت جانشون مقاومت میکنن، چون در اینجا پیروی از حقیقت مهم است، به قیمت جانشون مقاومت میکنن، آب و نان به نیروی اشغالگر نمیده، در نتیجه این عدم همکاری مطلق نیروی اشغالگر شکست میکنه. طبیعتا با این سوال مواجه میشه آیا هزینه انسانی چنین مقاومت بالا نخواهد بود؟ جواب این نظریه این است که نه، نسبت به جنگ متعارف هزینه های انسانی این نوع مقاومت به مراتب کم تر است، ممکنه یک سوم اون هزینه رو داشته باشه یا یک چهارم یا حتی ممکنه یک پنجم اون هزینه رو داشته باشه. در جنگ متعارف ممکنه شما جان میلیون ها انسان رو از دست بدین و شهرهای بسیار خراب شوه و ایران شوه و به اصطلاح مردمان بسیاری آواره شوه، اما در این نوع از مقاومت شما با کمترین هزینه طرف مقابل رو وادار میکنین که حقیقت رو بپذیره. این مدعی نظریه هست. نکته اساسی بسیار مهمی که در این نظریه وجود داره این است که ما در واقع دشمن را نابود نمی کنیم، هدف نابودی دشمن نیست، هدف اساسی نابودی و از میان بردن نفرت، کینه
و دشمنی است. دشمنی را از بین میبریم، نه اینکه دشمن را از بین میبریم. اساسا در این نظر چیزی به نام دشمن وجود نداره، چیزی به نام دشمن وجود نداره. هیچ کسی دشمن کسی دیگر نیست، هیچ انسانی دشمن انسان دیگر نیست. همه انسان ها در حقیقت انسانی با هم شریکن و از منافع مشترک برخوردار میباشند. بنابراین مهمترین ابزار این روش از مبارزه این است که شما ذره از خشونت را ولو در حد یک تاکتیک به کار نمیبرید. اگر ذره از خشونت را ولو در حد تاکتیک به کار بردید، به معنای شکست این روش است. اگر این روش جواب نداد، ناشی از این است که شما خشونت را در واقع در روش خود به کار برده اید ولو در حد یک تاکتیک. بنابراین خشونت اساسا در این روش روش اشتباه محسوب میشه که ما را نمیتواند به حقیقت یا به او هدف عالی انسانی برساند. در واقع مدعای نظر این است که روش های نادرست و ناسواب هیچگاه منتج به نتیجه خوب نمیشه. مدعای نظر این است که خشونت اساسا اشتباه است، مخالفت مخالف با حقیقت اخلاقی و انسانی انسان میباشد. بنابراین از راه خشونت ما به هیچ وجه نمیتوانیم به هدف مطلوب انسانی نائل شویم. یک وسیله نادرست ما را به هدف درست رسانده نمیتواند. بنابراین اساسا اشتباه است. پس ما برای استفاده از این رویش هیچگاه ولا در حد یک تاکتیک از خشونت استفاده نکنیم. یک نکته دوم این است که در استفاده از این رویش نباید طرف خود را تهدید بکنیم، تهدید آمیز نباشد. و مجردی که تهدید آمیز شد، ما از جاده مقاومت عاری از خشونت خارج شده ایم. و نکته سوم این است که هیچ وجه ما نباید از زبان تحقیر استفاده بکنیم. مفهوم انسان زدایی همینجا در واقع به کار گرفته میشه. ما نباید از مخالف خود انسان زدایی بکنیم. مثلا برچسب بزنیم، برچسبهای مانند این که فلانی برای مثال وحشیست، دشمن وحشی ما، دشمنی نمیدانم که از کلمه وحشی بیشتر استفاده بکنیم، واژه‌ای از این قبیل. برچسبهای از این نوع که مقام انسانی مخالف ما را در واقع تقلیل میده، اینها انسان زدایی محسوب میشه. بنابراین از این روش نباید استفاده بکنیم. هدف اساسی چی است؟ هدف اساسی این است که ما میخواهیم وجدان انسانی که حقیقت مشترک از میان ما و مخالف ما، او وجدان انسانی در وجود مخالف خود در واقع بیدار کنیم، یا وجدان انسانی عموم جامعه را بیدار بکنیم، در حول اهداف عالی متحد کنیم و مشترک به اصطلاح مشترک برایش مبارزه بکنیم. چون هدف اساسی بیدارسازی وجدان انسانی است، تکیه بر حقیقت مشترک هست، بنابراین نباید انسان زدایی صورت بگیره. و در این راستا هست که هدف اساسی این است، چون تهدید نباید باشه، تحقیر نباید وجود داشته باشه، خشونت نباید وجود داشته باشه، در این روش از مبارزه هیچ گونه ضرر و خطر مخالف را تهدید نمی کنه. یعنی ما می توانیم مخالف خود را اطمینان خاطر بدیم که هدف اساسی ما ضربه زدن، تحقیر کردن و وارد کردن ضرر به او نیست. بنابر اون او مخالف ما از آینده خود مطمئن هست، از رویش مبارزه ما مطمئن هست که آسیبی ضرری به او نمیرسه. پس ما در جستجوی چی میباشیم؟ در این صورت مشترک با در واقع ما مخالف خود را وادار میکنیم به این که با هم مشکل مشترک داریم و مشکل مشترک ما راه حل مشترک داره. بنابراین در صدد یافتن راه حل مشترک باشیم تا مشکل مشترک خود را حل بکنیم. سرنوشت مشترک داریم، مشکل مشترک داریم و این مشکل مشترک ما هم راه حل مشترک داره. بنابراین باید راه حل مشترک را پیدا بکنیم تا به منافع و نیازهای اساسی انسانی مشترکی که داریم اونا تأمین شود و برآورده شود. هدف این است. چون هدف این است، بنابراین ما میتوانیم پیشاپیش نوعی اطمینان خاطر را به طرف مقابل خود تلقین بکنیم که او از سر ترس و وحشت در مقابل ما مقابله نکنه. در واقع یک از نکات بسیار اساسی که در این کتاب اشاره شده راجع به مبارزات گاندی است که دلیل این که گاندی توانست یا ملت هند توانست بریتانیا را شکست بده این بود که با استفاده از این روش دو چیز برای بریتانیا مهرش شد، مسلم شد. اول این که حکومت کردن بریتانیا با این مقاومت ها و نافرمانی های مدنی که مقاومت های عاری از خشونتی که مردم هند تحت رهبری گاندی یا کنگر انجام میداد، حکومت ادامه حکومت بریتانیا بر هند ممتنع شد، امتناع پیدا کرد، به یک امر ناشودنی تبدیل شد. یعنی وجاهت اخلاقی خود را از دست داد. چون مفهوم اساسی حکومت این هست که فرمانبرداری وجود داشته باشه. حکومت یعنی این که شما قوانین وضع میکنین و قوانین خود را اجرا میکنین
و از قوانین شما مردم اطاعت میکنن، پیروی میکنن. وقتی که نافرمانی وسیع صورت میگیره، وقتی یک عدم همکاری بسیار گسترده و وسیع صورت میگیره، اساسا مفهوم حاکمیت معنا و مفهوم خود از دست میده، که چیزی به نام حاکمیت وجود نداره. بنابراین حکومت کردن در این جو فضا ممتنع میشه، امتناع پیدا میکنه. گاندی کار کرد با استفاده از ابزار عدم خشونت تداوم حکومت بریتانیا بر هندی اون زمان را در واقع به یک امر ممتنع تبدیل کرد، به یک امر ناشدنی در واقع تبدیل کرد. یک مطلب. مطلب دوم این که بریتانیا تحقیر نشود، یعنی می توانست بریتانیا بدون اینکه تحقیر شود، بدون اینکه ضرر ببینه، محترمانه انگلستان هندوستان را ترک بکنه. این که هندوستان، انگلستان یا بریتانیا تحقیر نشد در نتیجه مبارزات مردم هند، باعث شد که هند و بریتانیا بعد از 7 سال به دو ملت متحد و دوست و همکار تبدیل شود، نه به دو ملت دشمن و متخاصم. خصومت میان هند و بریتانیا تداوم تاریخی پیدا نکرد، ادامه پیدا نکرد. علتش چی بود؟ علت اساسیش این بود که گاندی و کنگره بریتانیا را تحقیر نکرد، یعنی شرایط را به وجود آورد که از یک سو تداوم حاکمیت بریتانیا بر هند ممتنع شده بود، و از سوی دیگر بریتانیا می توانست محترمانه بدون احساس کمترین تحقیر هندوستان را ترک کند، استقلال هندوستان را به رسمیت بشناسد. بنابراین تداوم همکاری میان دو ملت بعد از مبارزات استقلال طلبانه ممکن شد. بریتانیا و هندوستان بعداً به دو دوست و متحد و همکار تبدیل شد. این نکته بسیار اساسی است. بنابراین از این جهت هست، با استفاده از این وجوه هست، با استفاده از این اهداف ها و روش ها هست که این نوع از مبارزه می تواند با موفقیت بیانجامد. فکر میکنم که راجع به این که اصل نظریه چیز فکر میکنم تا حدودی توضیح داده شد. نکته بسیار مهم دوم که در میتواند نظریه در واقع روشن‌تر بسازه این است که ما باید درجات خشونت را درجه بندی بکنیم. به اعتقاد نویسنده کتاب 3 درجه از خشونت وجود دارد. با تناسب 3 درجه از خشونت ما میتوانیم از 3 روش استفاده بکنیم. درجه نخست خشونت که در واقع حالات اولیه خشونت میباشه، منازعه میباشه، حالات است که هنوز طرفین به درجه ای نرسیده که برچسب بزنه به یک دیگر. مثلا بگه که مزدور بیگانه، مزدور دشمن، جاسوس، مثلا عناوین از این نورد نصار همدیگه نمی کنه. مثلا صفات چون وحشی، صفات از این قبیل به همدیگه نصار نمی کنه، صرفا نوع اختلاف وجود داره، نوع اختلاف تضاد منافع وجود داره. این اولین مرحله از خشونت هست. ایشان توصیه میکنه قبل از این که این خشونت شدت پیدا بکنه، به درجه ای برسه که طرفین بر همدیگر برچسب بزنه، در واقع شروع کنه به انسان زدایی از همدیگر، قبل از اینکه به اون مرحله برسه از طریق مذاکره منازعه حل شده، کانفلیکت ریزولوشن به میان بیاید. نوعی منازعه وجود داره، نوعی اختلاف نظر وجود داره. بنابراین از طریق مذاکره ما می توانیم کانفلیکت ریزولوشن کنیم، یعنی منازعه را حل کنیم، به حل منازعه دست پیدا بکنیم. این اولین مرحله از این روش است که کوشش به حل منازعه. اگر احیانا دیدیم که منازعه شدت پیدا کرد، از این درجه خارج شد، مثلا برچسب ها شروع شد، به هم دیگه برچسب میزنه، مثلا میگن که جاسوس هست، مزدور دشمن هست، تحریک شده توسط دشمنان خارجی است، عناوین از این قبیل استعمال میشه، در اون صورت مرحله دوم از مبارزه شروع میشه که اونجا ما برای این که با خشونت مبارزه بکنیم از روش ساتیاگراها، از ساتیاگراها باید استفاده بکنیم، یعنی مقاومتی به اصطلاح که بر خشونت استوار نیست، مقاومت بکنیم. مثلا همین عدم همکاری رو که پیشتر نام بردم، عدم همکاری، نافرمانی مدنی، همه اینها در این مرحله در واقع استفاده میشه، اونم به اشکال مختلف. باید همیشه تناسب رعایت کرد، یعنی نمیشه اول رفت سراغ نافرمانی مدنی یا سراغ عدم همکاری. باید نخست از مراحل اولیه در مقاومت استفاده کرد و تدریج بالا رفت. ولی یک موقع ممکن است که خشونت در حدی از سرکوب و بی‌رحمی، در حدی است که این مرحله هم جواب نمیده، این مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی، عدم همکاری جواب نمیده. مرحله شدیدی از خشونت سرکوب وجود داره. مثلا مثالش میشه به رژیم نازی، به اصطلاح آلمان نازی مثال زد، یا رژیم های دیگری که دور بر ما کم و بیش وجود داشته در منطقه بوده، به اینا مثال زد که سطح خشونت بسیار، سطح خشونت و بی‌رحمی بسیار بالاست.
در این حالت میگن که خب مقاومت های از این نوع جواب ممکن نده. در اینجا در این مرحله ما به یک مرحله در واقع بالاتر از ساتیاگراها احتیاج داریم، او فداکاری است، ممکنه فداکاری احتیاج شود. در اون حالت ما بدون فداکاری ممکن نتوانیم خشونت را کنترل بکنیم و صلح و عدالت را محقق بکنیم و طرف خود را وادار کنیم که حقیقت را بپذیره. یک نکته اینجا خدمت شما توضیح ارائه بکنم، ساتیاگراها به معنای پیروی فعال از حقیقت هست. شما حقیقت را تشخیص میدید که چی هست، در تحت هر حالت تحت هر شرایطی پیروی فعال از حقیقت را کنار نمیگذارید، به هیچ قیمتی پیروی از حقیقت کنار گذاشته نمیشه. پیروی فعال از حقیقت ایجاب میکنه در مراحل بسیار حاد ما مجبور میشیم برای حقیقت قربانی کنیم خود را، فداکاری از خود در واقع فداکاری از خود نشان بدیم، مستلزم فداکاری است. فداکاری به این معناست که رنج را هم بر خود تحمیل میکنیم، خود تحمل رنج میکنیم بدون اینکه رنج را بر دیگران حتی بر دشمن خود بر مخالف خود تحمل کنیم. رنج را بر مخالف خود تحمل نمیکنیم، او را نمیکشیم، به او ضرر و آسیب جسمانی نمیزنیم، اما به جای اینکه بر مخالف خود آسیب جسمانی برسانیم یا مثلا گوشه ای از ادارات دولتی رو خدای نخواسته خراب بکنیم، یک مؤسسه و یک نهاد فرض مثال برای یک پایگاه پلیس حمله بکنیم، برای پایگاه ارتش حمله بکنیم، خود ما رنج را تحمل میکنیم، قربانی میکنیم. مثلا روزه میگیریم، روزه شدید از نو روزه ای که است آدم مرد مثلا روزه میگیریم، و یا اینکه نه در مقابل نیروهای مسلحی که علیه ما میخوای ما رو سرکوب بکنه سینه سپر میکنیم، سینه سپر میکنیم ممکن کشته شویم، 10 نفر 20 نفر 100 نفر 200 نفر 1000 نفر کشته شود، ولی این 1000 نفری که کشته میشه مقاومت را ادامه میده، پیروی فعال از حقیقت را ادامه میده، کوتاه نمیآید، این باعث شکست طرف مقابل میشه، ولی هزینه انسانیش بازم کمتر است. هزینه انسانی چنین فداکاری به میزان جنگ متعارف نمیرسد. در جنگ جهانی دوم مثال 2 میلیون انسان کشته شد، حد اکثر تلفاتی که وارد شود 1000 نفر باشد، بیش از 1000 نفر نمیرسد. با 1000 نفر شما میتوانید در واقع به عدالت و آزادی و برابری برسید و خشونت را از بین ببرید. این تئوری هست. پس پیروی فعال از حقیقت یعنی مبارزه مبتنی بر عدم خشونت مستلزم فداکاری هست. در مراحل حاد ما باید فداکاری بکنیم، آماده فداکاری باشیم. من فکر میکنم که از من در واقع به یک سال هست به این مسئله فکر میکنم که چرا گاندی و امام حسین توجه داشته، چرا از امام حسین نام برده در آثار و در نوشته های در سخنرانی خودش. من فکر میکنم که ساتیاگراها به نوعی میتواند در حادثه کربلا معنا و مفهوم داشته باشه، به این معنا که امام حسین نمیخواست بجنگه. تاریخ کربلا اگر ما مرور بکنیم به این معنا نبوده که امام حسین قصد جنگیدن داشته باشه، قصد جنگیدن نداشته، قصد ضرر زدن به مردم کوفه و شام را نداشته و مخالف خود نداشته، همیشه از جنگیدن تحاشا به اصطلاح ابا میورزیده، اما فداکاری را تحمل میکنه، فداکاری و رنج را بر خود تحمل میکنه. من فکر میکنم این میتونه نمونه از یک ساتیاگراها باشه، ساتیاگراهایی که انسان در حادترین شرایط باید تحمل بکنه، این رنج را تحمل بکنه تا بتواند با آزادی و عدالت برابری برسه. این هم فکر میکنم در مجموع با این نکات که خدمت شما عرض کردم اصل نظریه شاید معرفی شده باشه. دوم، نکته دوم، پیشفرض این نظریه چیست؟ چرا این نظریه مدعی است که این روش میتونه روش بسیار موفقیت آمیز باشه، خوب باشه، اخلاقی باشه، انسانی باشه؟ پیشفرضش چی است؟ پیشفرض مهمیش این است که حقیقت مسلط بر عالم، بر انسان و بر جهان را نیروی عدم خشونت تشکیل میده، نه خشونت. ببینید علم جدید مثلا تنازع بقا، از تنازع بقا نام میبره که گویا نوعی خشونت وجود داره، در اثر تنازع بقا است حیات تداوم پیدا کرده، به اصطلاح انتخاب های بهتر باقی مانده، بهترین ها باقی مانده، یک نوع انتخاب شکل گرفته از تنازع بقا. یا مثلا هابز میگه انسان گرگ انسان است از نگاه ایش، یا مثلا از نگاه علم جدید به باور ایشان جهان از هم گسیخته است، از اجزا و ذرات که به هم دیگه ارتباط نداره تشکیل شده، نوع گسیختگی میان اینها حاکم است. تمدن جدید و دانش جدید گویا بر نوع خشونت و نوع قدرتی که قدرت تهدید کننده استوار است، اصل را بر خشونت میبینه، اصل را بر این میبینه که چنگال طبیعت خونین است. اما ایشان معتقد است که نه،
هم حقیقت اصلی عالم را و حقیقت عالی عالم در واقع یک واقعیت بنیادین و عالی هست که متحد کننده است همه انسان ها را و همه عالم را به همدیگر ربط میده، ارتباط میده، از هم گسیخته نیست. مدعی است که دانش جدید هم آهسته و پیوسته در واقع این مدعا را تایید میکنه. مثلا به اعتقاد ایشان نظریه نسبیت اینشتین و یا کوانتوم دیدن عالم، نمیدونم حالا به چه ترتیب، این حقیقت را تایید میکنه که عالم مجزا از یکدیگر نیست، اجزای عالم به همدیگر یک نوع همپیوستگی دارند. بنابراین انسان ها در یک حقیقت عالی با هم مشترکن. هر انسان از وجدان انسانی برخوردار است، هیچ انسانی نیست که خالی از وجدان انسانی باشه. حتی خونخوارترین آدم، حتی شکنجگران بسیار بیرحم که شکنجه میکنن در شکنجه‌گاه‌ها، اونا هم از نوع وجدان انسانی برخوردار است. پس ما کوشش کنیم که این حقیقت را بیدار کنیم در وجدان انسان ها. چون این حقیقت مشترک وجود داره، بنابراین در نتیجه مقاومت آری از خشونت ما میتوانیم انسان ها را در محور عدالت و آزادی و برابری متحد بکنیم و یک قدرت بزرگ تشکیل بدیم که بی‌رحم‌ترین انسان ها هم در مقابلش در نتیجه تسلیم شود، یعنی حقیقت را بپذیره، نه اینکه شکست را بخوره. چون در این نظر چیزی مقوله‌ای به نام شکست وجود نداره، مقوله‌ای به نام از بیان رفتن وجود نداره، او فقط حقیقت را باید بپذیره، حقیقت را قبول بکنه، حقیقت چیست. خب این پیش‌فرض این نظریه هست. نکته مهمترین سوالی که در این نظریه وجود داره، آیا مقاومت عاری است؟ آقای دکتر احمدی اگر تایم جلسه رو هم مد نظر داشته باشید ممنون میشم. جمع‌بندی بفرمایید حدوداً 3-4 دقیقه تا به آخرین نکته رو عرض میکنم خلاص. مهمترین سوالی که وجود دارد این است که آیا مقاومت عاری از خشونت در برابر رژیم های ستمگر مثلا آلمان نازی جواب میده؟ مؤثر و مفید است رژیم های از نوع آلمان نازی؟ ما زیاد داریم در تاریخ خود، در منطقه خود و در بسیار از کشورها. آیا جواب میده یا اینکه نه، این در یک فضای آزادتر ممکنه جواب بده. مهمترین سوال این است. صاحب این نظر مدعیست بله، اول اینکه شواهد تاریخی وجود داره که در آلمان نازی، در دوره آلمان نازی مقاومت های عاری از خشونت صورت گرفت، مفید و مؤثر واقع شد، بدون اینکه سازماندهی، بدون اینکه شناخت کافی، بدون اینکه انسجام کافی وجود داشته باشد. یعنی افراد در واقع بر اساس نوع آگاهی اولیه و ابتدایی از مقاومت عاری از خشونت مقاومت کردن، نتیجه گرفتن. نمونه‌های تاریخی را می آورد، میگه خب اگر این مقاومت های ساده و بسیط و اولیه که با عدم شناخت در واقع انجام بشد، عدم شناخت کافی از این نظریه، اگر با یک شناخت بیشتر، با آگاهی بیشتر، با آموزشی بیشتر، با انسجام بیشتر اگر انجام میشد، چه بسا مؤثرتر بود از جنگ های خونونی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. یک نکته. بنابراین این مدعی است که پس این نظریه در، یعنی اساسا این ابزار مؤثر هست. نکته دومی که در واقع نظریه مدعی اصلی است که معمولا مقاومت عاری از خشونت دیده نمیشه نتیجهش، به دو دلیل دیده نمیشه. یکی به این دلیل که نتایج ممکنه در دراز مدت ظاهر شود، در کوتاه مدت ممکن نتیجه نده، در دراز مدت ظاهر شود. دوم این که آثار و نتایج این نوع از مقاومت ها در بسیار از اوقات در لایه های بسیار عمیق ظاهر میشه، در لایه های عمیق رسوب میکنه، در سطح نیست، در عمق هست. چون در عمق هست دیده نمیشه، به تدریج آشکار میشه. یک جمله بسیار جالب را از یک مورخ نقل میکنه. مثلا مردم با یک هفته مبارزه عاری از خشونت وقت با سرکوب مواجه میشه، نتیجه میگیره، زود نتیجه میگیره که نه، مقاومت عاری از خشونت جوابده نیست، جوابگو نیست، کارساز مفید و مؤثر نیست، روی میاره به خشونت. می در حالی که خشونت قرنها صدها سال از نتیجه نداده، ولی از اون منصرف نمیشه، اما از این منصرف. من فکر میکنم یک نکته بسیار اساسی که در دیدگاه گاندی هم هست، در دیدگاه نویسنده کتاب هم هست، این است که مقاومت عاری از خشونت به شجاعتی بیشتر احتیاج داره. یعنی شجاعتی که ما در مقاومت از عاری خشونت بهش نیازمندیم به مراتب در واقع بیشتر باید باشد تا جنگ. جنگ در حقیقت آسان ترین راه است که مردم میگه خب جنگ سلا به دست میگیرم، میرم توش سنگر مینشینم، احتمال این کشته شوم، احتمال این که تحمل رنج بکنم برای مثال 50% هست، من دیگرا رو میکشم، از خودم دفاع میکنم، به قتل میرسانم دیگرا رو، بر دیگرا مسلط میشم. اما در مقاومت عاری از خشونت شما خود باید رنج را تحمل بکنید،
در مقابل خطر برین، خطر را استقبال بکنید. در اینجا لذا هست که با شجاعتی بیشتر احتیاج دارن، چون بشر در واقع شجاعتش، شجاعت بیشتر احتیاج هست از روی ترس، در حقیقت از روی اینکه انسان ها ترسو هستن به دنبال خشونت رای میارن. یعنی خشونت ناشی شجاعت نیست، خشونت ناشی شجاعت نیست، خشونت ناشی از فرار از مسئولیت هست. چون ما در واقع میترسیم و از مسئولیت خود فرار میکنیم، به زودترین در واقع زود رای خشونت را برای حل مسئله انتخاب میکنیم. این در اون دیدگاه های نکات مهم این دیدگاه هست. پس در مجموع اول این بود که نظریه چیست، نظریه مقاومت عارض خشونت چیست که کوشش کردم که توضیح داده شده که نظریه چیست. دوم این که پیشفرض مهم این نظریه چیست. پیشفرض مهم این نظریه این بود که انسان ها از حقیقت مشترک برخوردار هستند. هر انسانی از وجدان انسانی برخوردار هست. خونخوارترین انسان، بیرحمترین انسان هم وجدان انسانی داره. سوم این که اساسا این روش کارساز هست در مقابل رژیم های سرکوبگر و بیرحم. جواب این است که بله، دلیلش این است که شواهد تاریخی هم وجود داره. و دوم این که ما می توانیم در این روش با هزینه کمتر، با هزینه انسانی کمتر به نتیجه برسیم. یعنی اون هزینه سنگینی را که ما در جنگ های متعارف تحمل می کنیم، اگر یک دهم اون ما در خشونت مقاومت عارض خشونت بپردازیم به نتیجه می رسیم. در مجموع یعنی فداکاری، اصل فداکاری بسیار مهم است. ممنونم جناب آقای دکتر احمدی. با توجه به حضور آقای دکتر احمدی، احتمالاً برادران افغان ما هم در این جلسه حضور دارن. به همه برادران افغان اون از همینجا من سلام ویژه دارم. با این سلام رو در ابتدای جلسه عرض می‌کردم و برای مردم شریف و مقاوم افغانستان آرزوی بهروزی می‌کنم. خب در خدمت آقای دکتر نراقی هستیم. آقای دکتر در این بخش دو پرسش از شما خواهیم داشت. پرسش اول من از شما این هستش که به نظر میرسه مقاومت خشونت پرهیز یک حوزه مشترک بین فلسفه اخلاق و سیاست است. از حضرت عالی درخواست می‌کنم که از منظر فلسفه اخلاق مقاومت عاری از خشونت رو تبیین کنید. بله، اولا من خیلی از شما و جناب آقای دکتر احمدی سپاسگزارم که من رو به این گفتگو دعوت کردید و مایه افتخار من است که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستن. بحث درباره خشونت البته بحث دشواریه و همونطوری که اشاره کردید هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ فلسفه سیاست و حقوق بحث درباره خشونت دقایق و پیچیدگی‌های زیادی داره. البته من کاملا با فرمایشات آقای دکتر احمدی موافقم. وقتی که ما به آرمان صلح و عدم خشونت و مناسبات مسالمت‌آمیز نظر میکنیم، آرمانی است که باید الهام بخش ما باشه و تلاش ما باید باشه که به صورت فردی و جمعی اون آرمان رو در زندگی خودمون و در متن جامعه خودمون تحقق ببخشیم. اما به نظر من ما در کنار طرح این آرمان مهم و سرنوشت ساز باید درباره اخلاق خشونت و اخلاق دشمنی هم سخن بگیم. به هر حال ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان کاملی نیست و آدمایی که در این زندگی میکنن نقصانهای جدی دارن و از جمله با هم خصومت میورزن، با هم دشمنی میورزن و در پاره مواقع در مناسبات خودشون برای حل منازعات به خشونت متوسل میشن. برابری یه نظریه اخلاقی در مناسبات فردی و اجتماعی باید در این حال این واقعیت زندگی رو منظور بکنند که به هر حال در جهان واقعی که ما در زندگی میکنیم دشمنی وجود دارد و خشونت یکی از شیوه هاییست که انسان ها مناسبات بین خودشون رو تلاش میکنند که به نحوی تعدیل بکنند یا تحت تأثیر قرار بدن. بنابراین بحث درباره اخلاق خشونت و اخلاق دشمنی بخشی از گفتگویی است که ما درباره صلح ورزی و برگرفتن شیوه های مسالمت آمیز در پیش میگیریم. من البته معتقدم و میشه دربارش بیشتر گفتگو کرد که نفی مطلق خشونت دست کم در جهانی که واقعی که ما درش زندگی میکنیم کاملا ممکن است که به گسترش خشونت منتهی بشود و بنابراین ما باید خیلی با دقت از جنبش های ضد خشونت
آری از خشونت دفاع بکنیم و مراقب باشیم که دفاع ما راهی باز نکند برای به هر حال دامن دادن یا عرصه دادن به گونه های خفیتری از خشونت که در واقع راه خودشون رو به شیوه های دیگری در زندگی ما باز بکنن. به همین دلیل هستش که من به نظرم میاد همونطور که عرض کردم بحث درباره صلح، صلح‌گرایی و مناسبات مسالمت‌آمیز میان انسان‌ها از حیث اخلاقی بدون بحث درباره اخلاق دشمنی ورزیدن و اخلاق خشونت ورزیدن کامل نیست. البته من کاملا موافقم که ما دلایل موجهی داریم که بپذیریم خشونت ورزیدن، تمسک به خشونت برای تأثیر قرار دادن، تحت تأثیر قرار دادن مناسبات انسانی کار اخلاقا نارواییه. برای مثال خب ما همه میدونیم یکی از مهمترین ویژگی ها جنبه های خشونت ورزی این استش که فرد قصد دست کم، قصد آسیب رساندن یا زیان زدن به دیگری رو داره یا عملا و به واقع به دیگری آسیب و زیان وارد میکنه. و خب ما همه میدونیم که به لحاظ اخلاقی فرض ما بر این استش که آسیب به دیگران، زیان وارد کردن به دیگران، حتی قصد آسیب و زیان به دیگران از نظر اخلاقی نادرسته. از طرف دیگه وقتی که ما خشونت رو به مثابه ابزاری برای تغییر و تحول به کار میبریم، معناش این استش که خرد و اراده و اختیار طرف مقابل رو نادیده میگیریم و تلاش میکنیم که در واقع بدون در نظر گرفتن خرد و اختیار طرف مسئله رو فیصله ببخشیم. و البته این رو شما کاملا میتوانید شیوهی بدانید که نافی کرامت انسان هاست. از طرف دیگه به نظرم میاد که این ایده درست و قابل دفاعیه که در بسیاری از مواقع خشونت به خشونت بیشتر می انجامد. شما وقتی که به دیگری زیان می رسانید در بسیاری از مواقع در او حس انتقام برمی انگیزید و او تلاش میکنه به شما زیان متقابلی بزنه و این کاملا ممکنه که به سرعت شکل تصاعدی پیدا بکنه و گسترش خشونت در واقع بنیان همبستگی اجتماعی رو نشانه می رود و ویران می کند. در این حال خشونت بعضی شخصیت فرد رو خشن می کند، شخصی که بی‌محابا و به تکرار در مناسبات انسانی خشونت می ورزد رفته رفته فضائل در شخصیت او کمرنگ می شود و رذائل شکل می گیرد، فرد قسی‌القلب می شود، سنگدل می شود. اما به نظرم می آید که مهمترین عارضه اجتماعی خشونت این است که اساسا خشونت به معنای نفی گفتگوه. اگر منطق گفتگو رو شما بنیان قدرت جامعه بدانید و خشونت در واقع تهدید اون بنیان است. برابری ما دلایل خوبی داریم که بپذیریم که خشونت ورزی همیشه بد محسوب میشه و این به نظرم نکته است که میشه براش استفاد. اما از این که خشونت همیشه اخلاقا بد است به نظر من بر نمیاد که تمسک به خشونت تحت هر شرایطی اخلاقا کار نادرستی است. یعنی یه چیزی ممکنه اخلاقا بد باشه اما شما بتوانید شرایط خاصی تصور کنید که در اون شرایط انجام اون کار بد به لحاظ اخلاقی درست تلقی بشود. یعنی بد بودن و درست بودن باید تمایز قائل شد. بنابراین من میخوام در واقع از این اصل دفاع بکنم که از این قاعده دفاع کنم که اصل این است که خشونت اخلاقا نارواست، کار بدی نباید انجام بدید مگر اینکه شما دلایل اخلاقا موجهی برای اعمالش داشته باشید. یعنی پرهیز از خشونت دلیل و اثبات نمیخواهد، اعمال خشونت است که دلیل و اثبات میخواهد. اگر کسی این مبنا رو بپذیره وقت در این صورت به نظر من شما میتوانید بین دو نوع خشونت تمایز قائل بشوید، خشونت عادلانه مدنی یا اخلاقا موجه از یک طرف و خشونت اخلاقا موجه یا ناعادلانه یا غیر مدنی. و در واقع نکته‌ای که من میخوام اینجا توضیح بدم این هستش که بحث مهم در اخلاق خشونت و اخلاق دشمنی این است که ما بتونیم بین این دو نوع خشونت تفکیک قائل بشیم و شرایطی رو که تحت اون شرایط خشونت اخلاقا موجه یا عادلانه یا مدنی
می تواند موجه باشد رو با دقت کمابیش نسبی بیان بکنید. من جا فقط به اشاره میخوام به بعضی از مهمترین شرایطی که به نظر من اعمال خشونت رو تحت شرایطی به لحاظ اخلاقی موجه میکند رو بیان بکنم. نکته اول این استش که خشونت عادلانه یا اخلاقا روا اگر چون این مفهومی وجود داشته باشد که به نظر من داره و توضیح میدم، همیشه باید آخرین گزینه ما باشد. یعنی فرد نخست باید گزینه های غیر خشونت آمیز رو آزموده باشد. برای مثال در گام اول فرد شیوه های غیر خشونت آمیز اقناعی رو باید برای فصل خصومات به کار بگیره. مثلا فرض کنید که با طرف گفتگو بنشینه، استدلال کنه، دلیل بیاره و غیر از آن، همدلی نشان بدهد، دیگری رو دعوت به گفتگو بکنه. اما اگر که شیوه های اقناعی به نتیجه نرسی، فرد میتونه شیوه های غیر خشونت آمیز اجباری رو در واقع به کار بگیره. شیوه های غیر خشونت آمیزی که متضمن اعمال نوعی فشار بر طرف مقابل، مثلا فرد راه پیمایی های آرام راه بیندازه، اعتصابات سراسری بکنه یا نافرمانی مدنی بکنه. در اینجا فرد به شیوه های خشونت آمیز متوسل نمی شود، اما تلاش میکنه از امکاناتی که در اختیار داره نیروی فراهم بکنه که بر طرف مقابل فشار اعمال بکنه، برای اینکه فرد رو به پای میز گفتگو بیاورد، نه برای اینکه فرد رو نابود بکنه یا از بین ببره، بلکه انسداد باب گفتگو رو رفع بکنه. بعد اگر این شیوه ها به نتیجه نرسی، بعد در این صورت به نظر من نوبت به خشونت های عادلانه میرسه. حالا سوال اینه که خشونت رو عادلانه که ما ازش سخن میگیم چیه؟ به نظر من خشونت عادلانه در واقع بر مبنای دو اصل تعریف میشه. یکی هدفی است که تعقیب میکند، یکی وسایلی است که برای تحقق اون هدف در پیش میگیره. هدف از بکارگیری خشونت، همیشه خشونت اخلاقا موجه، باید عادلانه و به لحاظ اخلاقی قابل دفاع باشه. یعنی معطوف به اموری باشه که برای شهروندان به قدر کافی مهم و اساسی است و به لحاظ اخلاقی قابل دفاع است. حالا سوال اینه که این اهداف عادلانه ای که میتواند سطحی از اعمال خشونت در مناسبات فردی و اجتماعی رو تجویز بکنن چیا میتونن باشن؟ به نظر من یکی از مهمترین شرایطی که تحت اون حدی از اعمال خشونت میتونه اخلاقا قابل دفاع باشه در مقام دفاع از خوده. اگر یه جایی اعمال خشونت قابل دفاعه، وقتی است که یه کسی حمله کرده من رو بکشه یا عزیز من رو، فرزند من رو، جانش رو به مخاطره انداخته و تنها شیوهی که من میتونم از جان خودم یا از جان عزیزم دفاع بکنم این است که به حدی از خشونت متوسل بشم برای اینکه خشونتی رو که متوجه من شده دفع بکنم. البته در اینجا شما ممکنه بگید که بله، شما ممکنه بهترین کار این باشه که این خشونت رو بپذیرید و فداکاری بکنید و هزینه رو بر خود تحمیل کنید. به نظر من این به لحاظ اخلاقی ارزش بسیار والاییه و کسی که آماده باشه این کار رو بکنه باید در زمره قدیسان دونستش. اما آیا این کار به لحاظ اخلاقی واجب است؟ من تردید دارم. یعنی اگر کسی در مقام دفاع از خود یا جان عزیزانش به حدی از خشونت متوسل شد تا اون خشونت رو دفع بکنه، به نظر من در اینجا میتوانیم رفتار رو موجه بدونیم. اما در اینجا مفهوم دفاع از خود رو شما میتونید گسترش بدید. گاهی وقتا منظور ما از خود فراتر از این خود فیزیکیه، در واقع یه معنای فراختر اخلاقی و حقوقی از خود رو مد نظر داریم. در اینجا در واقع خود دفاع از خود مستلزم دفاع از حقوق اساسی فرد است. ترجمه می‌فرمایید. فرض کنید که یه دولتی به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان خودش رو نقض میکنه. دولت مشروع است که حق انحصار خشونت رو داره به توضیح که عرض خواهم کرد. اما دولتی که در واقع حقوق اساسی شهروندان خودش رو به نحو گسترده و سیستماتیک نقض میکنه، حق انحصاری اعمال خشونت در جامعه را از دست میده و در نتیجه شهروندان اخلاقا مجاز میشوند که برای دفاع از حقوق اساسی خودشون به عنوان آخرین راه حل به خشونت متقابل دست بزنند.
بنابراین گاهی وقتا شما دفاع از خود رو به منزله دفاع از خود فیزیکی تعریف میکنید، گاهی دفاع از خود رو به معنای دفاع از خود وسیع‌تر، یعنی از مجموعه حقوق اساسی که کرامت انسانی ما به مساوی انسان رو تضمین میکند سخن میگید. علاوه بر این موارد به نظر من دفاع دولت مشروع از جامعه مدنی هم میتونه به مصداق عرض کنم که خشونت موجه باشه. مثلا فرض کنید دولت به کسانی که جان و مال شهروندان رو تهدید میکنن، دولت ممکنه که در مرحله لازم باشه که به نوعی خشونت علیه اونا متوسل بشه، بازداشتشون کنه، در زندان بیندازتشون. یعنی به هر حال دولت مشروع برای حفظ بنیانهای یک زندگی جمعی عادلانه و مسالمت‌آمیز حق انحصاری اعمال خشونت رو داره. ولی البته همطور که عرض کردم، اگر دولت مشروعیت خودش از طریق نقض حقوق اساسی شهروندان از دست بده، حق انحصاری اعمال خشونت در جامعه را هم به تبع از دست خواهد داد. بنابراین اینا بعضی از اهدافی هستند که میتوانند توسل به حدی از خشونت در جامعه رو موجه کنند. اما حتی در مواردی که این حد از خشونت یا حدی از خشونت مجاز تلقی میشه، شما باید توجه داشته باشید که در اعمال خشونت اخلاقا موجه یا مدنی قیودی رو باید رعایت کرد. من در اینجا مایلم که به سه اصل اصلی، به سه قید اصلی برای اعمال خشونت معطوف به اهداف عادلانه اشاره کنم. یکیش اصل تأثیره، یعنی شما وقتی که در شرایطی می توانید اخلاقا موجه به اعمال خشونت باشید که معتقد باشید این اعمال خشونت ممکن است، امید واقع بینانه می رود که فرد مقابل رو بر سر میز مذاکره برگردانه و منطق گفتگو در جامعه رو احیا بکنه. این خشونت برای تشفی حس انتقام نیست، برای اعاده منطق گفتگو در جامعه است. برابر این یکیش این اصل تأثیر است. اصل دومی که ما در اعمال خشونت عادلانه باید منظور کنیم اصل تمایز است. یعنی خشونت عادلانه هیچ وقت کور نیست. خشونت عادلانه یا مدنی همیشه باید بین افراد مسئول و مستحق اعمال خشونت و افراد بیگناه و ناظران بیطرف تمایز بگذاره. شما نمیتونید همه رو در واقع یا از وسایلی استفاده کنید که بدون تمیز شهروندان جامعه رو به هدف قرار میده. و اصل آخر هم اصل تناسبه، یعنی میزان خشونت باید با میزان خطری که جامعه یا فرد رو تهدید میکنه متناسب باشه. مثلا فرض کنید اگر یک کسی میخواد تلاش بکنه که جیب من رو بزنه، من حق ندارم برای دفع این مثلا فرض کنید که دستش رو قطع بکنم، توجه میکنم، یا به مغز شلیک بکنم. یعنی خشونتی که ورزیده میشود باید متناسب با خطری باشد که ما رو تهدید میکنه. در این شرایط به نظر من میاد که اعمال خشونت عادلانه از نظر اخلاقی قابل دفاع میتونه باشه. ولی البته همونطور که عرض کردم این آخرین گزینه باید باشه و برای دفاع از یا حقوق اساسی یا منطق گفتگو که بنیان قدرت جامعه مدنی است به کار گرفته بشه. در این موارد من به نظرم میاد که تمسک به حدی از خشونت میتوانه موجه باشه. وقتی میگم میتوانه موجه باشه، یعنی به لحاظ اخلاقی اگر کسی مرتکب این حد از خشونت بشه کار خلاف اخلاقی انجام نداده. اما معناش نیست که فرد همیشه باید این کار رو بکنه. در بسیاری از مواقع اگر فرد تصمیم بگیره که عرض کنم که فداکاری بکنه و این خطر و مخاطرات رو به جان بخره، البته کاملا ممکن است که شما رفتار این فرد رو رفتار قهرمانانه و قدیسواری تلقی کنید و در خور ستایش بدونید. بنابراین فقط اخلاقا مجاز میکنه. در شرایطی البته من به نظرم میاد که گاهی وقتا تمسک به حدی از خشونت به لحاظ اخلاقی واجب میشود. ببینید، من ممکنه که خطر رو به جان خودم بخرم و فداکاری کنم. یعنی بگم اگر دشمنی به سوی من شلیک میکنه، من با آغوش باز او رو میپذیرم و جان خودم رو فدای این آرمان والا میکنم.
اما اگر لوله تفنگ به سمت کودک من، به سمت فرزند من، به سمت مادر من نشانه رفته باشد، آیا من در دفاع از فرزندم حق دارم این نوع به اصطلاح ایثارگری بکنم؟ یعنی بگم که فرزند من رو بکشید و من فرزند خودم رو قربانی این راه خیر میکنم. شما ما حق داریم خودمون رو قربانی کنیم، آیا دیگران رو هم حق داریم؟ خصوصا برای یک پدر یا مادر دفاع از فرزند تکلیف اخلاقیه و در مواردی که جان عزیزان ما در گرو مقاومت ماست، در گرو تمسک ما به حدی از خشونت عادلانه است، در اون مواقع کاملا ممکن است که تمسک به اون حد از خشونت نه فقط به لحاظ اخلاقی مجاز، بلکه در پاره شرایط به لحاظ اخلاقی واجب تلقی بشه. ممنونم آقای دکتر. در واقع سوال دوم من هم به گونه‌ای پاسخ داده شد، اون سوالی که می‌خواستم از خدمتتون داشته باشم که آیا مقاومت آری از خشونت رو همه جا و همه وقت میشه تجویز کرد یا اینکه استثناءایی هم داره، که شما خوب می‌کنم پاسخ دادید. اگر نکته‌ای هست در پاسخ به این سوال بفرمایید، اگر خیر به ادامه جلسه بدید. بله ندیده، این در واقع ادعای من این هستش که بس دست کم در جهان ناکاملی که ما زندگی می‌کنیم این التزام بیچون و چرا به رفتارهای خشونت‌گریز کاملا ممکن است که عرصه رو برای کسانی که به هر حال به این ارزش‌های مشترک انسانی پابند نیستند باز بکنه. ببینید یکی از انتقاداتی که اتفاقا به کاندی میشد همین بود، یعنی به هر حال کاندی قطعا در مواجهه با دولت بریتانیا مؤثر افتاد، اما توجه کنید که دولت بریتانیا دولتی بود که وقتی گاندی وارد دادگاه شد قاضی انگلیسی دادگاه به احترام او برپا بلند میشد. توجه میکنید این غیر از یه حکومت سرکوبگر مهاجمی است که مثل رفتاری که الان دولت چین داره با مسلمان ها میکنه، یا مثلا فرض کنید که برای که بر سر مسلمانان در میانمار اومد و غیره. در اونجا دولت اصولاً به تمام شیوه های مختلف استفاده میکنه برای اینکه صدای این افراد رو خفه بکنه، حقوق این افراد رو تضییع بکنه، و معلوم نیستش که در این فضا در مقابله با این نوع به صلاح حکومت هایی که ارزش های مشترک صلح‌آمیز با قربانیان خودشون ندارن این شیوه ها تا چه حد مؤثر باشه. البته من به هیچ وجه نمیخوام بگم که ما باید نامید بشیم یا از این شیوه ها استفاده نکنیم، همونطور که عرض کردم در صدر لیست ما باید به هر حال التزام به شیوه های مسالمت آمیز باشه، اما در این حال باید این راه رو هم باز بگذاریم که تحت شرایطی شاید به لحاظ اخلاقی ما چاره ای نداشته باشیم جز اینکه به خشونت متوسل بشیم. اگر این طور باشه وقت در اون موارد باید حدود اخلاقی این نوع رفتارها رو هم پیشاپیش برای خودمون روشن کرده باشیم، یعنی به تعبیر دیگه برخلاف اون چه که کسانی ادعا میکنن موقعیت جنگ موقعیت رهایی از قیود اخلاقی نیست. ما در جنگ هم باید اخلاق جنگ رو رعایت بکنیم. البته ما همیشه برای حفظ صلح تحقق صلح تلاش میکنیم و باید بکنیم، اما اگر جنگ رخ داد جنگ اقلیم ورای اخلاق نیست، در درون منازعات عرض کنم که خشونت آمیز هم یه فرد انسانی یه فرد اخلاقی باید حدود اخلاقی رو بشناسه و در رفتار خودش منظور بکنه. ممنونم آقای دکتر. من بخشی رو آماده کرده بودم از کتاب اعتقاد بدون تعصب، کتابی که پیتر برگر دانش شناس مشهور اون رو نمیشه و در ایران توسط های محمود حبیبی ترجمه شده و نشر گمان اون رو منتشر کرده. مطلبی داره که خیلی مرتبط هست با این موضوع که شما مطرح کردید. اونجا میگه که ماکس وبر میان اخلاق نگرشی و اخلاق مسئولیت تمایز قائل میشه و میگه اخلاق نگرشی شکوه خاصی دارد، اما با وجود این میتواند کاملا غیر مسئولانه باشد. در طول جنگ جهانی دوم گروهی از یهودیان از گاندی پرسیدند آیا او مطلقاً با هر نوع مقاومت خشن در برابر هیتلر مخالف است؟ گاندی در پاسخ گفت بله. آنها سپس پرسیدند حتی اگر همه آنها کشته شوند؟ گاندی گفت در آن صورت شما می توانید با علم به برتری اخلاقی تان بمیرید. و
اگر یهودیان این استدلال را میپذیرفتند صرفاً احمق بودند، اما این استدلال گاندی حاکی از بیمسئولیت نهفته در ایدئولوژی عدم خشونت اوست. اخلاق مسئولیت با اخلاق نگرشی در تضاد است. این اخلاق به جای پرسیدن اینکه چه نگرشی باید داشت میپرسد پیامدهای احتمالی اعمال ما چیست. اگر هدف فرد پیامدهای درست باشد پس باید مسئولانه عمل کند حتی اگر دستانش آلوده شود، که به نظر میرسه با اون نگاه مطلق‌گرا به مقاومت خشونت پرست تا حدودی متفاوت باشه. اگر لازم باشه دکتر احمدی توضیح خواهند داد برای ما. آقای دکتر احمدی، پرسشی که اینجا از شما دارم این هستش که نویسنده کتاب مقاومت عاری از خشونت پروفسور ناگلر بر نقش ایمان و سنت‌های دینی در نحوه عملکرد رهبران شناخته شده حوزه مبارزه خشونت پرست خیلی اشاره کرده. ما از یه طرف می‌بینیم که به نام دین اهمال خشونت داره میشه مثلا در منطقه ما، و از طرف دیگه نویسنده قائل هست که دین میتونه کمک کنه به کسانی که میخوان مقاومت خشونت پرهیز رو به کار خودشون قرار بدن. به نظر میرسه اینجا یک پارادوکسی وجود داره. میخواستم نظر شما رو در این رابطه بشنوم. خواهش میکنم. از نگاه نویسنده در واقع ایشان میان دو نوع دین فرق میذاره. دینی سازمان یافته و نهادی نشده که ادیان موجود هست معمولا، و دینی که اسپریچوال هست، روحانی و معنوی است. ایشان معتقد هست که اون سطح از دین، یعنی دینی که بر اسپریچوال هست، نوع معنویت را بر نوع معنویت استوار هست، اون دین هست که ما را در واقع متوجه حقیقت نهایی و عالی میکنه. نکته اساسی و مهم در دیدگاه ایشان این هست که نوع حقیقت عالی و مشترک وجود داره کل جهان و هستی را و از جمله انسان ها را با یکدیگر پیوند میده. برای این که ما به اون حقیقت برسیم، اون حقیقت را درک بکنیم، دین در این مسیر مفید هست. دین برای این که ما نسبت به اون حقیقت متعالی ارتباط پیدا بکنیم، به اون حقیقت متعالی ارتباط شناختی و عاطفی پیدا بکنیم، احساسی پیدا بکنیم، دین مفید و مؤثر هست. مراقبه و تأمل درونی هم بهترین روش و ابزار هست برای پیدا کردن ارتباط معرفتی و یا عاطفی نسبت به اون حقیقت متعالی و نسبت به این که انسان ها از حقیقت مشترک برخوردارند. مخصوصا یک جهت هست که ایشان بر این تاکید میکنه، جهت دومی که ایشان بر این تاکید میکنه این هست که ساتیاگراها یعنی فداکاری نیازمند مراقبه و تأمل درونی است. یعنی انسان تا در نتیجه مراقبه و تأمل درونی تمامی زوایای درون خود را نکاویده باشه، بر تمامی انواع خشونت در درون خود مسلط نشده باشه، و یک انسان کاملا در صلح با خودش نرسیده باشه، نمیتونه مقاومت عاری از خشونت را در بیرون از خود نشان بده. بنابراین این برای و فداکاری بکنه، به مرحله فداکاری نمیرسه. ما برای اینکه به فداکاری برسیم نیازمند تأمل و مراقبه درونی شدید هستیم که بر تمامی و زوایای وجود درونی خود مسلط شویم، تمامی زوایای درونی وجود خود را تشخیص بدیم، کجا تمایل به تحقیر داریم، کجا تمایل به تهدید داریم، کجا تمایل به دشمنی داریم، کجا تمایل به کینه و نفرت داریم. تا اونها را در وجود خود کنترل نکنیم، تحت تسلط خود در نیاوریم، یعنی بر دو چیز مسلط نشیم، یکی بر خشم، دوم بر ترس. تا ما بر خشم و ترس در درون وجود خود مسلط نشیم، نمیتوانیم یک مقاومت عاری از خشونت به شکل موفقیت آمیز رهبری بکنیم یا انسجام ایجاد بکنیم، پیش ببریم. از این جهت است که رهبران خشونت پرهیز با توجه به این نکته به تأمل و مراقبه درونی روی آورده بودند و نگاهی معنوی به ادیان داشتند، نه دینی سازمان یافته. تمامی کسانی که رهبران مقاومت عاری از خشونت دیده میشه اینا برخلاف بنیادگرایان دینی است که الان مثلا ما در میان مسلمان های اسلام سیاسی داریم که اینا بر دین سازمان یافته و بر اهداف سیاسی بیشتر تاکید میکنن. اونها دینشان دین معنوی بوده، دین اخلاقی بوده، نه دینی سازمان یافته. تاکید نویسنده هم بر این بود. اصل به این در کتاب توضیح نداده، در دست گفتارهای خودش توضیح داده این نکته را. فکر میکنیم از این جهت بوده. یعنی دین ما را از دو جهت در واقع آماده میکنه، آماده مقاومت عاری از خشونت میکنه. یکی این که ما را به حقیقت متعالی پیوند میده، حقیقت متعالی مشترک است بین همه. دوم این که ما رو در واقع آماده فداکاری میکنه، میتوانیم فداکاری بکنیم. ساتیاگراها را عملا میتوانیم در سطوح مختلف به کار ببریم. تحمل رنج رو بر ما آسان میکنه، که رنج بر خود
تحمل بکنیم، رنج را تحمل بکنیم. تحمل رنج در نتیجه مراقبه های درونی دینی بیشتر ممکن میسر میشه. از اینجاست بلاز تاریخی رهبران مقاومت پرهیز، کسانی که در اثر واقع جنبش های خشونت پرهیز را رهبری کردند، آدم های معنوی و دینی بودند، به سنت های دینی خود تکیه کردند. مثلا از جمله خان عبدالغفار خان که یک پشتون پاکستانی است نام میبره، او هم یک در میان قبایل پشتون که به لحاظ روحیه توضیح میده در یک سخنرانی مفصل که به لحاظ روحیه اونا روحیه قبایلی دارن و بسیار خشین هستند، انتقام را با انتقام سختتر جواب میدن. اما این آدم موفق شد مردمی که شدیدن خشین هستند و بسیار خشونتگرا هستند، از اونها یک ارتش بسازن 80,000 نفر. اینا فقط کارشون کمک های بشر دوستانه بود، مقامات های خشونت پرهیز بودن. اینها را توانستن معنوی بسازن، منسجم بسازن. در تاریخ این منطقه اساسا کم نظیر هست. این در نتیجه معنویت ایشان میدانند. از کسانی که در واقع بعدها در اون جنبش بودن از اونها تحقیق شده که شما به چی دلیل جذب شخصیت خان عبدالغفار خان شدین، گفتن که ما مجذوب معنویتشان شد. معنویت داشت، آدم معنوی بود، مجذوب معنویتشون شدیم، در واقع باشون همکار شدیم. برخلاف روحی قبایلی که ما داشتیم، این جنبش را رهبری کرد. به این دلیل فکر میکنه پیوند هست. ممنونم. توی صحبتاتون به عنصر مراقبه هم اشاره کردید آقای دکتر، و خب جالب این است که حالا کسان دیگه مثل هنری دیوید سورو، گاندی و حتی نویسنده همین کتاب هم گویا مدت‌های طولانی به مراقبه می‌پرداختند. اهل مراقبه بودند. نویسنده همین کتاب هم در یک صومعه بودایی مدت‌ها اهل مراقبه و زاویه نشینی بوده. زاویه نشینی را انتخاب کرده. مراقبه بدون کلام، این مراقبه توأم با کلام نیست، با صدای بلند آدم دعا بخوانند نیست، مراقبه بدون کلام هست. تأمل میکنی، فقط در زوایای درون خود را جستجو میکنی، میبینی که چی مشکل داریم. در واقع مشکل از خود ما ناشی میشه که ما چی مشکل داریم، در کجای وجود ما نفرت خانه کرده، در کجای وجود ما تسلط، اراده معطوف به تسلط نهفته است، در کجای وجود ما کدام مشکل وجود داره. برای این مراقبه بسنده از این جهت که ما بتوانیم مخالف خود بهتر درک بکنیم. کسانی که مخالف با ما هست، اونا رو ما بهتر درک بکنیم، بهتر با اونا بتوانیم همسو و همدل شویم، همدلی ایجاد بکنیم، درک متقابل ایجاد بکنیم. از این جهت بسیار مهمه. یک نکته دیگر هم که شما در سوال شما بود، این قبلا به من پیشنهاد داده بودین، فکر میکنم اونم توضیح بدم، مسئله انسان‌زدایی هست. انسان‌زدایی در این کتاب بسیار مفهوم پرکاربرد است و بسیار از اهمیت اساسی برخوردار. از دو جهت مهمه مفهوم انسان‌زدایی. اولین این که هر گونه خشونت و نفرت، مخصوصا نفرت، نفرت و تبعیض، هم نفرت و هم تبعیض، تبعیض که اساس هر گونه منازعه است، از تبعیض منازعه به وجود میاد، از برخورد نابرابر در واقع منازعه شکل میگیره و خشونت ها ایجاد میشه، ناشی از انسان زدایی است. ناشی از این است که شما یک انسان را با انسان های دیگه برابر نمیدانید، برچسب میزنید، یک برچسب تحقیر کننده بر اون شخص در واقع زده میشه، مقام انسانی او تنزل پیدا میکنه. وقتی که مقام انسانی او را تنزل دادید، او را تحقیر کردید، از درجه انسانی نازلتر برای او قائل شدید، تبعیض شکل میگیره. مثلا اون برچسب، مثلا تکفیری که در میان مسلمان ها وجود داره، تکفیر چی؟ یک مسلمان مسلمان دیگر و یا یک مسلمان که سایر ابنای بشر را کافر میدانند، یک برچسب تحقیر کننده است. یعنی در واقع به این معنا هست که از او به میزان زیاد شما انسان زدایی میکنید. با این انسان زدایی است که تبعیض شکل میگیره، به عدالتی به وجود میاد، منازعه خلق میشه، منازعه عمیق و پایدار هم به وجود میاد که به آسانی قابل حل نیست. یک نکته از این جهت بسیار مهم مفهوم انسان زدایی. پس هر منازعه ریشه در انسان زدایی داره، یعنی تبعیض و بی عدالتی ریشه در انسان زدایی داره. ماشی از نو برچسب شما بر تعداد از انسان ها میزنید، اونا را از مقام انسانیت در واقع پایین میارید به مراتب. حالا گاهی وقتا میزان انسان زدایی بسیار بالاست و گاهی کم، ولی به هر میزانی که انسان زدایی وجود داشته باشه، به همون میزان بی عدالتی خشونت شکل میگیره. یکی این که، دوم این که شما در مقام مبارزه و مخالف خود مرتکب انسان زدایی میشید. مثلا ما میگیم وحشی، یک رژیمی سرکوبگر میگیم وحشی، و
و فردش مثلا و افرادش میگیم وحشی، مثلا برای عبر اون حکومت میگیم وحشی. خود این نوع انسان زداییست، یعنی در واقع ما رو انسان نمیدانیم دیگه، انسان تلقی نمیکنیم، وحشی تلقی میکنیم. وقت که وحشی شد نباید توقع رفتار انسانی را داشته باشیم و چه مشترک خود را با او از بین میبریم، منتفی میکنیم. بنابراین ما در واقع به دنبال تهدید میشیم. نتیجه چنین دیدگاه این است که باید از ابزار تهدید استفاده بکنیم و او را نابود بکنیم، چون راه مصالحه، راه منطق، راه گفتگو با این برچسب دادن ها و با این انسان زدایی ها از بین میره، نابود میشه. بنابراین در این روش از مبارزه، دلیل این که میگه این روش از مبارزه موفقه با این توجه به این شرایطه که شما انسان زدایی نمیکنید، ولی بسیار بی‌رحم باشه، بازم یک بچه مشترک بیان خود به او قائل هستید، معتقد هستید که مشکل مشترک هست و راه حل هم مشترک وجود داره، سرنوشت هم مشترک هست. با توجه به این نکته هست که انسان زدایی از دو بعد مهم میشه. ممنونم. از مخالف خود انسان زدایی بکنیم و نه اینکه کسانی که مخالف ما هستند که از ما انسان زدایی کردن که ما را تحت تبعیض و سرکوب قرار دادن. تشکر میکنم از سنای دکتر. مجدداً برمیگردیم با دکتر نراقی. آقای دکتر، فکر میکنید مهمترین انگیزه هایی که یک فرد رو سوق میده به سمت مبارزه خشونت پرهیز چیا میتونه باشه؟ من به نظرم سوال اصلی اینه که مهمترین انگیزه هایی که افراد رو به سمت خشونت سوق میده چه چیزایی میتونه باشه. یعنی در واقع خشونت ورزیدنه که دلیل میخواد، این که کسی از خشونت پرهیز میکنه داره کار درست اخلاقی انجام میده، از خشونت پرهیز میکنه. حالا یکی از مهمترین دلایلش اینه که به نظر من ما در صورتی میتونیم هم شکوفایی انسانی شخصی داشته باشیم، هم انتظار یه جامعه به لحاظ اخلاقی سالم داشته باشیم که در جامعه امکان گفتگو وجود داشته باشه. گفتگو مهمترین بدیل برای خشونته. در جامعه ای که راه‌های گفتگو و مفاهمه بس میشه، خشونت اجتناب ناپذیر به نظر میاد. یعنی رفته رفته زمینه‌های شکل‌گیری خشونت فراهم میشه. و برای مثال فرض کنید شما از دین سخن گفتی، دین کاملا میتونه زمینه ساز خشونت باشه، به این دلیل که بسیاری از دینداران خودشون رو حق میدونن و آماده نیستن که به هر حال درباره حقانیت دیگران یا بذارید اینجوری بگم، نه فقط حقانیت دیگران، درباره حقوق دیگران آماده مذاکره باشه. یعنی میگن که اگر شما به باورهای ما معتقد نیستید، باید از حقوق انسانی اجتماعی خودتون هم محروم بشید. به تعبیر دیگه این شیوه، این ایده قدیمی که ما برای حل مشکلاتمون به خشونت متوسل میشیم، مبتنی بر این پیش‌فرضه که در منازعات وقتی شما نمیتونید با دیگری در کنار هم قرار بگیرید، دیگری رو حذف کنید تا جا برای شما باز بشه. یعنی در واقع بین خود فرد و عقاید و باورها و حقوق اون فرد تمایز قائل نیستن. در صورتی که شما در یک جامعه مدنی بین چند چیز باید تمایز قائل بشید. اولا این که اگر شما باوری در جامعه براتون نامطلوب به نظر میاد، رایش این نیستش که صاحب اون باور رو از صحنه حذف بکنید تا جا برای شما باز بشه. راه این است که از طریق گفتگو و نقل اون باوری رو که کاذب میدانید حذف بکنید. بنابراین به جای حذف صاحبان عقاید، ما باید به جای حذف صاحبان عقایدی که باطل میدانیم، باید سعی کنیم اون عقایدی رو که باطل میدانیم از طریق نقل حذف بکنیم. ولی اگر یه عقایدی در از کوران نقل و گفتگو سرفراز بیرون آمدن، این یه دلیلیه که ما در باورهای منفی خودمون نسبت به اون عقاید تجدید نظر بکنیم. و این در واقع رویکرد انتقادیه. یعنی وقتی که فرد گشود است، آماده است که آراء دیگران رو نقد بکنه، و وقتی دیگران آراء او رو نقد کردن، آماده شنیدن. این روحیه ضدیت با جزمگرایی و گشودگی به سوی گفتگو مهمترین عاملیه که از جامعه خشونت زدایی و در مورد بسیاری از ادیان، فقط منحصر به ادیان نیست، خیلی از ایدئولوژی‌ها، هر ایدئولوژی که جزمندیش باشه
یعنی مشتاقانه ایده های دیگران رو نقد بکنه، ولی آماده شنیدن انتقاد دیگران بر عقاید خودش نباشه و معتقد باشه برای حذف عقاید باطل صاحبان عقاید رو باید از صحنه حذف کرد. این راه رو برای خشونت در واقع باز کرده، برای اینکه باب گفتگو رو بسته. بنابراین به نظر من یکی از مهمترین انگیزه هایی که افراد به شیوه های مسالمت آمیز برای فصل خصومات در جامعه متوسل می شوند، یکی این استش که معتقدن که گفتگو بهترین و نتیجه بخشترین بدیل برای فصل خصومات است. نکته دوم این استش که معتقدن که ما برای پیراستن جامعه به جای حذف افراد باید عقاید افراد باطل رو حذف بکنیم. و نکته دوم نکته آخر این استش که در واقع انقدر فروتنی دارن که بپذیرن ممکن است که خطاها و بطلانهایی در باورهای خود ایشان هم رخ داده باشد و در نتیجه گشوده نهادن باب گفتگو در واقع به تصحیح باورهای خود ایشان و ارتقاء جمعی فکر و فرهنگ در جامعه میتواند کمک بکنه. به این دلیل است که خشونت در واقع به یه معنای خیلی مهمی وقتی راهش رو به جامعه باز بکنه، اولین جایی رو که مورد هدف قرار میده فضائل در اون جامعه است، یعنی اون به اصطلاح ویژگی هایی که موجب شکوفایی فردی و جمعی میشه در جامعه. و طبیعیه که کسانی که برای رشد و شکوفایی شخصی خودشون و سلامت اجتماعیشون احترام قائلن، تمسک به شیوه های خشونت گریز و مسالمت آمیز رو مطلوب بدونه. ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر. قبل از اینکه برگردیم با آقای دکتر احمدی، من به دوستان این اطلاع رو هم بدم. نشر کرگدن که از انتشارات خوب در ایران هست، مجموعه‌ای رو داره کار میکنه تحت عنوان مقاومت خشونت پرهیز که اولین کتاب از این مجموعه منتشر شده، زندگی نامه خودنوشت مارتین لوتر کینگ هست با ترجمه آقای محمد رضا معمار صادقی. دبیر این مجموعه آقای کشانی هستن. چهارشنبه شب که گذشت این کتاب در پیج نشر کرگدن معرفی شد. به دوستان پیشنهاد میکنم که اون برنامه رو هم ببینن، ذخیره شده خوشبختانه. آقای دکتر احمدی، من سوال آخرم رو از شما بپرسم. اون سوال هم این هست که چگونه میشه این روحیه‌ای که در فرد ایجاد میشه برای مقاومت خشونت پرهیز به سطح جامعه توسعه پیدا کنه؟ فکر میکنم که این سوال شما هست که چطور میشه مقاومت خشونت پرهیز رو همگانی ساخت، اجتماعی ساخت، درسته؟ بله. خدمت شما، برای اینکه به این سوال پاسخ بدم باز به نکته برمیگردم که در ضمن عرایض بنده بود با عطف به صحبت فرمایشات جناب دکتر نراقی در دکتر نراقی اشاره کرد بر اهمیت گفتگو. گفتگو از نگاه نویسنده این کتاب اولین مرحله است، اولین مرحله از مقاومت عارض بشه. اگر گفتگو نتیجه نداد چیکار باید؟ اگر گفتگو نتیجه نداد، منطق گفتگو وجود نداشت، چیکار باید کرد؟ پاسخ نویسنده این کتاب این است که از دو مرحله دیگر باید استفاده کرد. یعنی وارد مرحله ساتیاگراها شد. ساتیاگراها به معنای پیروی فعال از حقیقت به این معنا است که شما به خاطر حقیقت، به خاطر چیزی را که درست میدانین، چیزی را که نادرست میدانین انکار میکنین، انکار میکنین، تسلیم امر نادرست نمیشوین به هیچ قیمت. در مراحل اولیه عدم همکاری و نافرمانی مدنی است. نافرمانی مدنی و عدم همکاری هم مستلزم تحمل رنج است. آماده تحمل رنج باید باشید. اگر احیانا دیدید که باز هم جواب نمیده، باید آماده فداکاری باشید. مثلا نافرمانی مدنی یا عدم همکاری، بسیار از رژیم ها عدم همکاری نمیپذیره. عدم همکاری مساوی است با مرگ. پس شما آماده مردن باشید. یعنی عدم همکاری دارید، نافرمانی مدنی میکنین، قوانین رو اجرا نمیکنین و همکاری نمیکنین با حکومت سرکوبگر به قیمت جان خود. معتقد هست نویسنده این کتاب معتقد هست که با هزینه انسانی کمتر ما میتوانیم رژیمی را که در واقع حاکمیتش بر اطاعت و فرمانبرداری و
همکاری استوار هست، این مفهوم از حاکمیت را بلا موضوع بسازیم. دیگه اساسا چیزی به نام حاکمیت وجود نداره، چون ما همکاری نمی کنیم، همکاری نمی کنیم، اطاعت نمی کنیم، پس حاکمیت شکل نمی گیره، حاکمیت وجود نداره، صرفا سرکوب هست. سرکوب تداوم پیدا نمی کنه، سرکوب با هزینه انسانی کمتر از میان میره. ادعای نویسنده ای هست، مثلا ممکنه شما در جنگ متعارف اگر تفنگ بگیرید ممکنه 100 هزار نفر کشته شوه، وضعیت سوریه به وجود بیاید، وضعیت افغانستان به وجود بیاید، که الان ما 40 سال هست چون تفنگ برداشتیم دیگه حل نتوانستیم، 40 سال هست می جنگیم، میلیون ها انسان کشته شده و هزینه انسانیش غیر قابل پیش بینی است. اما اگر شما نافرمانی مدنی کنین، مثلا شبیه که در چکسلواکیا اتفاق افتاد در زمان اتحاد جماهیر شوروی، مردم چکسلواکیا وقتی دیدن که با مقابله نظامی نمیتونن ارتش سرخ را شکست بدن، به نافرمانی و عدم همکاری روی آوردن. نویسنده کتاب مدعی است که 500 هزار نیروی نظامی بلوک شرق در نتیجه عدم همکاری در واقع شکست خورد. اگر به جنگ می آورد چی بسا که میلیون ها انسان کشته می شد و هیچ نتیجه هم نداشت. بنابراین نویسنده مدعی است که وقتی که ما تفنگ های خود را خانه می گذاریم، نمیاریم سر خیابان، آماده قربانی فداکاری هستیم، با هزار قربانی می توانیم طرف خود را متقاعد بکنیم، حاکمیت اونا بلا موضوع بسازیم. این نکته. اما این چطور همگانی ساخت؟ همگانیش به این ترتیب هست که بزنگاه های تاریخی وجود داره. بزنگاه های تاریخی مهم این است که یک نیروی زبده، سازمان یافته و آموزش دیده به هر لحاظ آماده فداکاری وجود داشته باشه، به تمامی لوازم و اقتضائات مبارزه عاری از خشونت آشنایی داشته باشه، تسلط داشته باشه، اینا در صحنه همیشه باشن، ولی بزنگاه های تاریخی وجود داره. در نقطه عطف ها هست که همگانی میشه، نیاز مشترک، آگاهی مشترک، همگانی میسازه، چیزی را که ما میخواهیم به یک امر عمومی تبدیل میکنه و در نتیجه وقتی به یک امر عمومی تبدیل شد، اون نقطه عطف شکل میگیره، اون تحول تاریخی به وجود میاد. نویسنده کتاب متخیل اتفاقی که با گاندی در هندوستان بود. بله بله، تداوم باید وجود داشته باشه، همیشه تداوم باشه، تداوم باشه، حفظ شه، ممکنه 20 سال طول بکشه، 25 سال طول بکشه، ولی یک نقطه عطف ایجاد میشه، یک نقطه عطف ایجاد میشه که در اون نقطه عطف شما میتوانید تحول ایجاد بکنید. من مثال میزنم به انقلاب ایران، حالا کار ندارم با واقعی بعدش چی شد. انقلاب ایران اگر موفقیتش ناشی از مبارزه عالی از خشونت بود، یعنی مبارزه عالی از خشونت وجود داشت ولی متاسفانه تفکرش وجود نداشت، به لحاظ عملی وجود داشت. متوجه هستید یک از چیزایی که بسیار در فقه شیعه وجود داره اساسا در اسلام هست، جنگ مسلحانه در میان مسلمان ها حرام است، حرمت داره، یعنی شما نمیتوانید به خاطر اقامه نظام اسلامی بجنگید. این دیدگاه فقها است. مرحوم آقای خمینی هم فتوای جهاد نداد برای انقلاب، فتوای جهاد جنگ مسلحانه صادر نکرد، جنگ مسلحانه را جایز نمیدانست، برخلاف سازمان مجاهدین خلق امثال داره که جنگ مسلحانه را هدف اساسی خود میدانست، ایشان طرفدار جنگ مسلحانه نبود، ولی مبارزه را تداوم داد، نقطه عطف ایجاد شد، در نقطه عطف همه مردم حاضر شد، انقلاب ایران به وجود آمد. لذا روی انقلاب ایران به عنوان یک از روش‌های خجالت پرهیز امروز در دنیا مطالعه میشه. متاسفانه مشکلی که در انقلاب ایران وجود داشت این بود که تئوری عدم خشونت در بنیاد انقلاب وجود داشت. این در واقع مشکل از اینجا ایجاد شد. اگر تئوری عدم خشونت در بنیاد انقلاب ایران می بود، انقلاب ایران به مراتب مؤثرتر، قویتر و مندگارتر می شود. ممنونم آقای دکتر. من یه نکته هم عرض بکنم، اضافه بکنم به فرمایشات آقای دکتر. من کاملا با فرمایشات شما در این زمینه که فرمودید موافقم. در این حال معتقدم که کار خشونت زدایی در جامعه رو همونطوری که شما اشاره کردید باید از شکل ریشه‌ای‌تری آغاز کرد. ببینید امکان نداره در محیط خانواده ما خشونت جاری باشه و فرزندانی که در این خانواده ها پرورده میشن به ارزش های حرکت های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز به طور قلبی و عمیق ملتزم باشن. ببینید حالا من درباره آیین خودمون، دین خودمون صحبت میکنم. ببینید نظام حقوقی ما درباره مسائل خانواده کاملا ناعادلانه است. مادامی که شما حقوق زنان را در محیط خانواده مورد تضییق قرار میدید، مادامی که حقوق کودکان در خانواده به رسمیت شناخته نمی شود، شما یه نظام، یعنی واحد خ...
کوچکترین واحد جامعه رو به نحوی داری تعریف میکنید که در دلش بی‌عدالتی نهفته است. خب معلومه در جامعه ای که در جامعه کوچک خانواده ای که زنانش تحقیر میشن، حقوقشون به رسمیت شناخته نمیشود، به مثابه کالا باشون رفتار میشه، حق کنترل بدن خودشون رو ندارن، یا کودکان که جزء مایملک پدر محسوب میشون، اینا همه بخشی از فقه سنتی ماست دیگه. در این چارچوب شما نمیتونید امیدوار باشید که محصول این واحدهای کوچک که میان در سطح کلان وقتی با عرض کنم که امور مخالف عقایدشون برخورد بکنن، با بی‌عدالتی یا ظلم در جامعه برخورد بکنن، برن به سمت شیوه های خشونت پرهیز. خشونت در بن مهمترین نهادهای اجتماعی ما روان است. شما ببینید ما در نظام حقوقی در ایران داریم زندگی میکنیم، قانون قصاص هنوز رعایت میشه، مرعی محسوب میشه. توجه میکنید با کسانی که عقاید دینی مشترک با ما ندارن از تحصیل محرومشون میکنن، از خانه هاشون بیرونشون میکنن. ببینید با این نظام حقوقی، با این نظام خانوادگی شما نمیتونید یه جامعه بپرورانید که درش افراد ارزش واقعی عرض کنم که شیوه های خشونت پرهیز رو به صمیم جان دریافته باشند و پاس بدارن. به هر حال به نظرم میاد ما باید خانه تکانی بکنیم، یعنی فقط در مسائل اجتماعی نیست، در فضای خانواده خودمون، در نظام حقوقی خودمون، در فکر دینی خودمون، فکر دینی که رقیب ناپسند است و با دیگری به مثابه دشمن و خصم برخورد میکنه و میخواد دودمانش رو برباد بده، خب این خدمتی نمیتونه بکنه به گسترش فرهنگ صلح و خشونت پرهیز. به هر حال یه کار فرهنگی عمیق ریشه دار از دوران کودکی و از محیط خانواده ما باید آغاز کنیم تا به سطوح بالاتر اجتماع. کاملا من موافق فرمای شما هستم جناب دکتر در این قسمت. حقیقت این است که عرض کردم که چرا ما موافق نشدیم. ما که میگیم به صورت کلان همین دلایل میتونه وجود داشته باشه، تئوری نیست، تئوری در بنیاد وجود نداره. چیزی که پیشتر عرض کردم تأمل مراقبه برای چیست؟ برای همین است که ما تمامی زوایای خشونت را که ناشی از انسان زدایی میشه تشخیص بدیم، در فرهنگ خود، در رفتار خود، در خانواده خود، در همه حالات. از اینجاست ما میتوانیم در واقع عمومیش بسازیم. دقیق است، درست هست. ولی فقط این نیست، فقط این نیست که ما در مناسبات انسانی خودمون، حتی با عزیزانمون، یعنی با فرزندانمون، با همسرانمون خشونت می‌ورزیم. ما با محیط بیرون از جهان انسانی هم خشونت می‌ورزیم. شما ببینید رفتاری که ما با حیوانات مثلا، با حیوانات مثلا، با حیوانات رفتار ما بسیار بی‌رحمانه، بسیار بی‌رحمانه. بچه‌هایی که تو خیابون به یه سگ سنگ می‌زنن برای مثال، یا مأمورانی که سگ خانگی افراد رو می‌گیرن و می‌برن می‌کشن، شهرداری که جنبش سگ‌کشی را می‌اندازه، اینا یکی از مهمترین تجلیات و خشونت در جامعه است. و جامعه‌ای که در این فضا رشد میکنه، خشونت رفته رفته خشونت ورزی براش عادی میشه. یکی از مهمترین کارهایی که در جنبش‌های خشونت پرهیز باید انجام بشه اینه که حساسیت عاطفی و اخلاقی انسان‌ها چندان پرورده باشه که رویاروی با مصادیق خشونت شوک‌آور باشه، افراد رو منقلب بکنه، تاب نیارند. ترجمه کنید. ولی وقتی شما در محیطی زندگی میکنید که در و دیوارش در مناسبات فردی و اجتماعی و سیاسی و مناسبات ما با جهان غیر انسانی سرشار از خشونت، رفته رفته خشونت برای ما عادی میشه و به همین دلیل است که تمسک به خشونت قبحش برای ما میریزه. و وقتی که با مشکلی مواجه میشیم، اولین راه حلی که به نظرمون میرسه تمسک به خشونت، برای اینکه قبحش برای ما فرو ریخته. ممنونم آقای دکتر احمد، شما توضیح خاصی دارین راجع به موضوع؟ یا من فقط یک مختصر عرض کنم که سوء تفاهم نشده باشه. مثال تاریخی که من زدم هدفم حمایت و یا توجیه نبود، خواستم بگم که یک تحول تاریخی بزرگ
چرا نتایجی به مراتب قوی تر و بهتر و بار نیاورد؟ در حالی که روش که به نتیجه رساند روش مبتنی بر عدم خشونت بود، اما چرا این به یک تئوری قوی تبدیل نشد؟ مثلا چرا او چیزی که در هند اتفاق افتاد در ایران اتفاق نیفتاد؟ بله حاضر جهات گوناگون، چون این تئوری وجود نداشت، این تئوری عدم خشونت وجود نداشت، تئوری انقلاب وجود داشت. انقلاب با تئوری عدم خشونت بسیار فرق داره. خواستم این توضیح بدم، یعنی هدفم حمایت از چیزی و یا از کسی نبود، بیان یک واقعیت بود، بیان یک واقعیت تاریخی. ممنونم. برای بسیار آموزنده است. آیا دکتر نراقی نکته پایانی هست که شما داشته باشید؟ نه خیر، من فقط همین خواستم عرض نهایی من این استش که ما به هر حال در این حال که باید آرمان صلح رو پاس بداریم و این در واقع در نظام حقوقی ما، اخلاقی ما، تعلیم و تربیت ما آرمان الهام بخش باشه، ولی کار ما تمام نیست مگر اینکه ما یه نظریه اخلاق خشونت و اخلاق دشمنی هم داشته باشیم. این دوتا لازم و ملزوم هم دیگر. و کار خشونت زدایی در جامعه باید از جاهای ریشه‌ای تر و بنیادی تر، از مناسبات ما با افراد و اعضای خانوادهمون، از مناسبات ما با جهان غیر انسانی شروع بشه تا بعد به ساختارها و نهادهای پیچیده تر اجتماعی و سیاسی بیانجامه. نمیشه ما در جامعه باشیم که در خانهمون زنان رو تحقیر میکنیم، کودکان رو واجد حقوق میدانیم، با حیوانات به نحو بیرحمانه رفتار میکنیم، در این حال انتظار داشته باشیم حکومتی از دل ما بیرون بیاد که با مخالفین خودش مثلا باب گفتگو بگشاید، با در مقابله با اعتراضات دست به خشونت و خونریزی نزنه. به نظرم میاد که این توقع واقع بینانه نیست. در این حال که ما در عرصه های سیاسی و اجتماعی تلاش خودمون برای اصلاح رو، اصلاح نهادهای سیاسی اجتماعی نباید فرو بگذاریم و متوقف بکنیم، نباید فراموش بکنیم که خانه رو نباید رها بکنیم، مناسبات کوچک و خرد انسانی خودمون با دیگران هم به اندازه مجلس و نیروی نظامی و دولت و غیره اهمیت دارند. ممنونم، خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر احمدی، لطف کردید آقای دکتر نراقی دعوت ما رو پذیرفتید. از شما باید تقدیر کرد و تشکر کرد که زمینه این نشست را فراهم کردید. تشکر از شما. استفاده بردیم از جناب آقای دکتر نراقی، خوشحال شدیم که در محضر ایشان بودید. دوست شما، منم کتاب شما رو ترجمه کرده بودید خوندم، خیلی ترجمه خوب و روانی، دستتون درد نکنه، من واقعا لذت. خواهش می‌کنم. خب کاریست دیگه، ما خب امکانات فرصت ها محدود است، اطلاعات و بضاعت علمی ما ضعیف هست. هر حال تلاشی بود، کوششی بود در راستای مسئولیتی که داشتم. بله. مسئولیت ما مذاکره صلح بود، متاسفانه نتیجه نداد، ولی این کتاب باقی ماند. بله، جز باقیات سالهای شما خواهد بود. بله، خیلی کار خوبی بود، ترجمه خیلی خوب و روشنی هم بود. دستتون درد نکنه. کوشش کردیم که روشن باشه. آرزو می‌کنم که مردم افغانستان رنگ صلح و انسان دوستی رو ببینن، در جامعه ما هم روز به روز زندگی مسالمت آمیز و انسان دوستی بیشتر و بیشتر دیده بشه، بهبودی برای مردم شریف افغانستان و مردم خود کشور خودم. همه عزیزان و مخاطبان گرامی رو به خدای بزرگ، خدا نگهدار، خدا حافظ.